همه این هایی که ادعای خون حسین کرده اند، از مختار ثقفی تا صفویه تا تیمور باطنی مذهب، تیمور باطنی مذهب بفهمید اینو، تا ولایت اتفاقی، اینها رو با یزید مقایسه کردن ظلم بر یزیده، از بس که خون در تاریخ ریختن، خون مسلمانان، با هیچ کسی جز مسلمانان هم نجنگیدن. چرا؟ چرا؟ آخه کسی از خودش سوال نمی کنه در طول تاریخ 1200 ساله اینها یک بار با غیر مسلمان ها نجنگیدن، همیشه هم ستون و پنجم دشمن اسلام بودن. چرا؟ علتش چیه؟ معاویه رو بهش میگن، ملک روم به معاویه میگه که من شنیدم تو با دوست خودت اختلاف کردی، میخوای ما کمکت کنی. در چنین وقتی علی بر سر قدرت، معاویه رو پادشاه روم چکار میکنه؟ قاصد، ما حاضریم کمکت کنی، قبول نمیکنه. ولی یه فقیه نگاه کنی با امریکا چکار کرد در عراق و در افغانستان، ولی یه فقیه مسلمی، حق مثل این فقهی که تو داری باشه و با این مسلمانه که تو داری بلا تشبیه، مسلمان ها نه تابعتان و نه تولیشون هستی. یه مشت خرافی رو دور خودت جمع کردی، چهار روز در مست قدرتید، ببین فردا چه بر سرت میاد. ای خدایا، همچنان که ملت ایران رو بدبخت کرده، خود و همکارانش رو بدبخت کن، ظالمانی بدتر از خود بر علیهشون مسلط کن. مردم باید شب روز دعا کنند بر علیه اینها، نفرینشون کنند. اما دعا چطور قبول میشه؟ با کار، با فعالیت، یک، با رزق حلال، دو، با پاک بودن، سه، با در راه خدا بودن، چهار. و حالا همه دعا میکنن، یارو ماستی هم لیز میخوره میگه مای گاد. این دعاه